عفو بین الملل، بیانیه اقدام فوری درباره 7 ایرانی ربوده شده از کمپ اشرف، 11 سپتامبر 2013، 20 شهریور 92. عفو بین الملل در یک بیانیه اقدام فوری اعلام کرد در مورد 7 ایرانی تبعیدی ربوده شده از کمپ اشرف، برخی گزارش ها حاکی است که آنها در دست مقامات عراقی هستند و با تهدید شکنجه و بدرفتاری روبرو هستند و ممکن است به زور به ایران بازگردانده شوند. این 7 نفر روز اول سپتامبر، هنگامی که نیروهای مسلح کمپ اشرف در 60 کیلومتری شمال شرق بغداد در استان دیاری را مورد حمله مسلحانه قرار دادند و 52 نفر از ساکنان را به قتل رساندند، ربوده شدند. آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون رژیم ایران هستند. عفو بین الملل کشتار 52 تن را محکوم کرده و به یک تحقیقات مستقل و بی‌طرف فراخوان داده است. شاهدان از درون کمپ گفتند آنها 7 نفر را دیدند که دستبند زده شده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به زمین انداخته شده و در یک مینیبوس سفید بیرون برده شدند. محل نگهداری آنها مشخص نیست، اگرچه گزارش ها میگویند این 7 نفر در یک بازداشتگاه در فرودگاه سابق المثنا در مرکز بغداد نگهداری می شوند. دولت عراق مسئولیت حمله را تکذیب کرده، اگرچه نیروهای عراقی مسئول حمله های قبلی به کمپ بودند که منجر به کشته شدن 10 تن از ساکنان شده است. عفو بین الملل به اقدام فوری برای دستیابی به آزادی بلادرنگ گروگان ها فرا می خواند.